یک مرد و زن که توی کار وام مسکن بودن در یک حادثه به قتل رسیدن. آدم های خیلی پولدار رو تارگت میکرده، بهشون گفته بیا مثلا من خونه‌تون رو براتون ریفایننس کنم، از توش بهتون پول بدم، خونه رو هم دوشه به نام یکی دیگه میکرده، طرف هم میمونده تو هوا. واقعا به همین شیر تو شیری میتونسته در. چطوری میشه ما با وجود اینکه میبینیم از این آدم 300 خورده ای بر علیهش پرونده هست، بازم میریم بهش 1,200,000 پول میدیم دلار؟ چی میشه که ما اون همه اطلاعات مدرک رو میذاریم زیر فرش هاش هاش دوباره به اون آدم اعتماد میکنیم؟ جوابش میده چیه؟ طمع. سلام سلام، حالتون چطوره؟ چه خبر؟ بابا پارسال دو سه سال آشنا کجایین؟ خبری ازتون نیست؟ چیکار میکنی؟ ببین یه اتفاقی دو سه روز پیش توی تورنتو افتاده که من فکر کردم بیام اینجا کوتاه مختصر مفید راجبش باهات صحبت کنم. اتفاق اینه، یک مرد و زن که توی کار وام مسکن بودن و آقای خیلی توی تورنتو معروف بود با یه اسم و رسم بدی به عنوان کلاهبردار، در یک حادثه توسط یکی از مشتریای ناراضیشون به قتل رسیدن و اون آدم خودش هم کشت و تموم شد رفت. از پیروز تو حالا من هی دارم تو خبرها هی میشتمم که چه اتفاق افتاده، با آدم ها صحبت میکنم. یکی از این، اول از همه تو میگم که این آقا بسیار بسیار آدم بدنامی بود و یکی از آدمایی که بر اثر کلاهبرداری این آدم که سند خونه ها رو عوض میکرده و به نام کسای دیگه میکرده و یعنی اصلا بدنام بوده ها، یکی از کسایی که به واسطه کارای این آقا دچار مشکل شد و سالها دادگاه کشی که اسم خودشو بخواد تمیز کنه، یه آدم خیلی نزدیکیه به من که من از صحت و صبح حرفایمون میدونم که قضیه جدی بوده و این خانم خیلی خیلی آسیب دید از این آدم و هنوز که هنوزه گرفتاره. بر همین من میدونم که این دامت میگم که این کلاهبردار بودن این آدمه و واقعا من نمیدونم حالا بماند اینا بر من محرز. من با هر کی صحبت کردم همه گفتم وای خدا رو شکر اون آدمه، این آدم رو کشت. آدمای خیلی پولدار رو تارگت می‌کرده، بهشون میگفته بیا مثلا من خونه‌تون رو براتون ریفایننس کنم، از توش بهتون پول بدم، خونه رو هم دوشه به نام یکی دیگه می‌کرده، طرفم میمونده تو هوا. واقعا به همین شیر تو شیری میتونسته در. حالا چقدر کانکشن داره اینا باز باشون کار ندارم. آقا من برای یه مطلب اومدم پیشتون، چون دیدم این الگو تو ایرانم خیلی تکرار شده که کسایی بیشترین پولا از مردم خوردن که اتفاقا قبلا رکورد داشتن، یعنی یه سابقه داشتن، یه دفعه از آسمون یه آدم ترتمیز نمیده بخوره. مثلا میری نگاه میکنی میبینی طرف قبلا خورده و کلاهبرداری کرده و این دفعه اولش هم نبوده. من فقط و فقط اومدم تو این ویدیو راجبه این ماجرا رو صحبت کنم که چطوری میشه ما با وجود اینکه میبینیم از این آدم 300 خورده ای بر علیهش پرونده هست، بازم میریم بهش 1,200,000 پول میدیم دلار، بازم یه عالمه آدم دیگه بهش اعتماد میکنن. همه که این گوگل رو میتونن بکنن، کسی که 1,200,000 داره که دیگه 1,200,000 داره، کسی که خونه داره چند میلیون داره، یا کسی که 2,000 داره وقتی داره تمام سرمایه زندگیشو میده دست یکی دیگه بره باش کار کنه یا براش کار اینجوری بکنه سند خونه همه رو میده که قبلا رفته خونده. چی میشه که ما اون همه اطلاعات مدرک رو میذاریم زیر فرش هاش هاش دوباره به اون آدم اعتماد میکنیم؟ جوابش میدین چیه؟ طمع. تک تک این آدم ها جز کسی که براش کار میکردن گرفتار بودن، همه به واسطه یک چیز تو دام این آدم افتادن و اینجوری گرفتار شدن و اون هم چیزی نبوده به جز طمع. آن یادم رفت بگم، حالا خیلی ها ممکنه بپرسید، طرف این آدم یک آقای ایرانی بود، خانمی که باهاش کار میکرد اونم رپیتیشن خوبی نداشتم ایرانی بود، ولی اون کسی که کشته بودتش ایرانی نبود، یه کانادایی بود. یعنی دیگه به اینجاش رسته بود، 1,200,000 دلار پولشو برداشته خورده، تمام سرمایه زندگیش بوده که برای بازنشستگیش و بچه‌هاش و زن بچه‌هاش گذاشته بوده. خلاصه من نمیگم کار درستی کرده، ولی پشت سرش دعا زیاده، عجیبه. ببین همش طمعه. یعنی یه جایی من با دو سه نفرشون رفتم، اون دو سه نفر اون آدمایی که پولاشون رو خورده بودن بر علیه این آقای قانون و قانون کشی و دادگاه کشی کرده بودن، رفتم خوندن، همشون گفتن که آقا یه جوری توضیح داد، فکر کردیم به این وحشتناکی نیست، فکر کردیم با ما این کار رو نمی کنه. دختر طمعه، پسر طمعه.
یعنی یه جای انگار یه قسمتی از ریزنینگ و دلیل آوردن و منطق ذهنمونو میر به خاطر پول میکنیم زیر قالی، میکنیم زیر چه میدونم فرش، میگیم بابا اب نداره با من این کارو نمیکنه. چرا اینو میگیم؟ تو روابطمون هم ما این کارو میکنیم. میبینیم یارو دوست دختر قبلیش از دستش سر به آسمون زده، دوست پسر قبلیش، شوهر قبلیش رفته خودشو نیست و نابود کرده، باز بهش اعتماد میکنی. فکر کنی چرا؟ یه دلیل بیشتر نداره، اینه که برای من این اتفاق نمیفته. حالا پول داره، حالا خوش قیافه است، حالا نمیدونم شرایط اجتماعی خوبی داره، گولشو میخوریم. به نظر من گول که نمیخوریم، خودمونو گول میزنیم و طمع میکنیم. اینا همش طمعه. درس من هم همینه، دست از سر گول زدن خودتون بردارین، جدی فکت و واقعیت ها رو ببینین و برخلاف اون همه واقعیت و فکت و دلیل خودتون رو زابران نکنین، طمع نکنین. یعنی واقعا بیاییم ببینیم فکت ها رو که آقا فکت چی میگه به من؟ فکت به من میگه که این آدم کلا برداره. یه فکت دیگه چی میگه؟ که این آدم تو روابطش آدم مناسبی نیست. یه فکت دیگه میتونه به تو چی بگه؟ که این آدم با پول رابطه خوبی نداره، من اگه برم باش تو زندگی ممکنه پوست سر منو بکنه، همه زندگی منم با آتیش بکشه. کلن یه بار دو بار رفتارشو میبینی با اطرافیان که داره یه جوری میخوره، یه جوری مینوشه، یه جوری میکشه، طمع نکن که حالا با من این کار نمیکنه، پول داره، خوش قیافه است، خوش تیپه. بپذیر اینا فکتن و اگه یه بار دو بار ازش میبینی باید تصمیمتو بر اساس اون فکتا بذاری، نه بر اساس اون چیزی که تو ذهنت گذاشتی. برای پولتون هم وقتی میخواییم به یکی دیگه بدین، که اونم خیلی مهمه، پولتون هم میخواییم به یکی دیگه بدین که باش کار کنه، هرچی عدده گینش اینترستش بزرگتر بشه، شک شما هم باید بیشتر بشه. هیچ کس عاشق چشم روی شما تو این دنیا نیست و فقط این بذری میتونه باشه. من نمیخوام بدبینتون کنم، میخوام بهتون بگم فکت پول و واقعیت برین جلو. این میتونه بذری باشه برای اینکه پوست سرتون رو قلفتی بعدن بکنن. حادثه تورنتو، این اتفاق قتل انقدر برای من عجیب بود، قتله نه ها، اینه که بعدش چقدر تو اخبار آدمایی که این در حقشون یه کاری کرده و یه جوری یعنی رستشون کرده، به سلابه کشیدتشون، اومدن تو اخبار صحبت کردن، گفتن با ما این کار کرده، با ما این کار کرده، تو سوشال میدیا دارن میبینن. عجب آدم منفوری بوده اون آقای قاتل، چقدر پشت سرش دعای خیره، همه میگن روحش شاد. خلاصه همین، خواستم اینو بهتون بگم، مواظب خودت باش، فکت فول برو جلو، مطمئن باش با تصمیماتت، با طمع نیست، با فکت و واقعیت. سر خودتم گول نزن، دنیا نشسته فقط به تو یه دونه فرصت و اپورتونتی بده، قبل از تو هزاران نفر بودن، پس چشاتو وا کن درست و با دقت نگاه کن. دلت شاد، تنت سلامت.